حالا من چیزی که فقط میتونم فکرش رو کنم که پیش بینی سخت ترین کاره. یعنی با این وضعی که داره پیش میره هیچی رو نمیشه حد زد. آدم یه موقع میبینی کاریکاتورش فوق العاده است، یه موقع میبینی یکی دو ماه اصلا هیچ که میگم هیچ جا. هر کاری که شما بخواید فکرشو بکنید دست میذاریم میبینید 300 نفر 500 نفر قبل از ما رفتن شروع کردن اون کارو نتیجه نرسیدن. صفر اعتماد ندیم اقتصادی واقعا صفر. یعنی بودن یعنی من چه چهار تا جوان نشستم داریم صحبت میکنیم، دو نفرمون تحصیل کردن، دو نفرمون تو کار آزادیم، یه نفرمون بگو مثلا 1% راضی باشیم، 1% بگیم که مثلا امیدی داریم برای آینده. آدم گوشی بدن تکلیفش مشخصه. بله بله، یک سال تایم فاصله شده. حقیقت همینه که مایل هستم ولی وضعیت اقتصادی اجازه رو نمیده. یعنی اون حداقل هنوز فراهم نشده برای من، حداقل عرف جامعه باشه مهیا نشده که ازدواج کنم. و خب من چون یه کارمند زادم خانوادم نمیتونه اصلا تامین کنه. و ببینید الان دولت هر کی باشه، یعنی چون مشکل از قبل بوده برنامه‌ریزی نشده واسه این جوونا، فکر نمی‌کنم کار به خصوصی بتونه انجام بده. تعداد جوونا الان تو ایران یه موزله. سیاست‌های برای کنترل جمعیت پیگیر نشده بعد از انقلاب سال 57 و 10. من فکر می‌کنم مشکلش اون قضیه باشه. شب عیدی مثلا بازار به نظرم هرج و مرج میومد، قیمت‌ها یه خورده گزاف بود، جنسا با قیمت‌ها اصلا متناسب نبود. مثلا جنسی که پیش از عید برفرض 10 تومن بود به راحتی مثلا 17-18 تومن شده بود شب عیدی. جنس‌های معمولی و پیش پا افتاده تقریبا یعنی یه بار مصرف بود که یه خورده قیمتش متعادل بوده. یک دستی که دیده نمی‌شد و حتی فردور دوست داشت قیمت میذاشت. یعنی واقعا من فکر میکنم به فراخور حتی مشتریشون قیمت میذاشتن رو جنسشون. مثلا پوشاک یکی از جنسایی بودش که خیلی نوسان داشت. والا وضعیت اقتصادی مردم خودشون آماده کردن برای سال سخت پیشا پیش با توجه به بحث هدفمند کردن یارانه ها و اینی که اصلا الان خود مسئولین هم هنوز توی مجلس یه سری مخالف هم با این بحثی که پیش کشیده شده و مردم فعلا بلا تکلیف هم، ولی میدونن که مطمئنن شرایط بهبود شرایط خوبی رو در پیش ندارن. افزایش هزینه های عمومی مثل هزینه آب، برق، گاز، گرون کردن بنزین و با این پیش فرض که اگر بخواد اینا گفتن 3-4 برابر بخواد بشه حداقل، خب اینا همش منتقل میشه به مردم. والا تجربه نشون داده که هر سال بدتر شده، هر سال وضع اقتصادی مردم بدتر شده که بهتر نشده، به خاطر اینکه اونطور که قیمت ها میره بالا حقوق ها نمیره بالا، حتی بخشش هم جبران نمی کنه چه برسه به که مثلا متناسب پیش بره این دوتا موضوع.